درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 14 مرداد 2578 ایرانی برابر با 1398 اسلامی است. در رابطه با چند مسئله در پیوند با هم میخوام براتون توضیحاتی بدم. دو نگرش از روز نخست در اپوزیسیون ایرانی وجود داشت. یک بر این باور بودن ادعی که میبایست با دولت مردان اروپایی و همچنین آمریکا صحبت کرد تا دستشون رو از پشت حکومت اسلامی بردارن، مماشات رو کنار بذارن، قراردادها رو متوقف بکنن، مستقیما با نمایندگان ملت ایران درون و برون صحبت بکنن. خب این نگاه 40 ساله که داره به سمت جلو پیش میره و تا به امروز هیچ کدام از این کشورها چنین حرکتی رو انجام ندادن. من یک بار براتون توضیح دادم به خصوص در همین چند مدت پیش که هر زمانی شما میخواید متوجه بشید کدوم کشور شمشیرشو برای حکومت اسلامی از رو بسته و میخواد بره به سمت سرنگونی، شما میتونید دقیقاً چرخش 180 درجه‌ای رو در رسانه‌هاشون ببینید. در کشور آلمان، در کشور فرانسه، در کشور انگلستان و همچنین آمریکا، اینها دارای رسانه‌های بسیار قوی بوده و هستند. یکی از علل و عوامل این که این جامعه یه مقدار میره جلو، مجدداً کپ میکنه، در جا میزنه و در نهایت به عقب برمیگرده، یک سمتش برمیگرده به سمت سرکوب‌ها و ترسی که حکومت داره به وجود میاره. قسمت اعظم این کار دست این رسانه هاست، با افرادی که جاسازی کردن به عنوان مدیر، به عنوان برنامه ساز، به عنوان ایکس و ایگرگ در بخش خبری و غیره. یعنی آنچنان مردم رو میپیچونن که مردم فقط خبر رو بشنوند ولی دست به هیچ حرکتی نزنن. آنچه که شما در حال حاضر دارید میبینید و حسابش هم بکنید، حکومت شیطانی هم از اون طرف چگونه داره برخورد میکنه در طول این 40 سال، چه مقدار داره دروغ پردازی میکنه، دیگه به اندازه کافی شما خودتون حرفه‌ای شدید در این زمینه و دارید بسیار از مطالب رو میبینید. پس یک نتیجه، هر دولتی از هر کشوری که بخواد بره به سمت سرنگونی حکومت اسلامی، شما به راحتی میتونید از طرف رسانش متوجه بشید. ولی شما یک نگاهی بیاندازید، نگاه میدانی بندازید به رسانه‌هایی که در حال حاضر وجود داره، متوجه میشید که اصلا این خبرها نیست. شاید درگیری‌های لفظی وجود داره، شاخ و شونه کشیدن‌ها وجود داره، اما صحبت در سر سرنگونی نیست. پس چه اتفاقی برای کسانی میفته که بیش از حد روی دولت مردان خارجی یا سیاست‌های خارجی کشورهای متفاوت حساب باز کردن؟ اینا در جا میمونن، اینا فقط میان میگن ما کی هستیم، چی میخوایم، اما هیچ حرکتی نمیتونن در جامعه به راه بندازن. چرا؟ دلایلشو دارم خدمتتون عرض میکنم. چون نیومدن مثل شمیرانی سرمایه گذاری واقعی روی مردم بکنن، یعنی از صبح تا شبشون با مردم بگذره، توضیح داده بشه، نه فقط خبر پخش بکنیم، سازماندهی بکنیم و به مردمی که این چنین در وحشتناکترین دوره از تاریخ جامعه ایرانی و کشور ایران قرار گرفتن توضیح بده که امیدو از دست ندید، با جوونا صحبت بکنه و فراخوان بده هر چند مدت یک بار تا این بچه‌ها بتونن خودشون رو به معرض آزمایش بگذارن ولی به گونه عمل بکنن که جانشون حفظ بشه. خب ما چه کار کردیم در جنبش فدایان؟ ما آمدیم و مستقیما همین عمل رو انجام دادیم. یعنی به هیچ عنوان حتی 1% روی هیچ دولت مردی، روی هیچ کشوری از جهان حساب نکردیم. به هیچ عنوان. اتفاقا یکی از دلایل این که تا به امروز صحبت از جنبش فدایان ایران نشده در هیچ کدام از این رسانه ها، یکی از بزرگترین علل عمدش این هستش که اونها میگن ما باید وابسته باشیم. اگر وابسته بخوایم باشیم، مطمئن باشید که صدا و تصویر ما پخش میشه و در رابطه فدایان ایران هر روز صحبت میشه، چرا که قوی ترین نیروی اپوزیسیون درون مرز برابر حکومت اسلامی هم از جانش گذشته و تا به این لحظه که من در خدمت شما هستم ایستادگی کرده و هر روز سعی کوشش و تلاش انجام میده. پس در اینجا به این نتیجه رسیدیم که دو تز وجود داشته از روز نخست تا به امروز. تزی که یک عده رفتن به دنبال
تشکیل احزاب، رفتن به دیدن نمایندگان متفاوت در کشورهای مختلف و از اونها خواستن که به اینها یاری برسونه. از طرف حزب خودشون، گروه خودشون، نگاه ایدئولوژیکی خودشون دولت مردان رو جذب کنن تا بتونن به قول خودشون حکومت اسلامی و شیطانی رو سرنگون بکنن. عده دیگه‌ای همین تز رو به شکل دیگری داشتند و رفتن صحبت کردن با نمایندگان کشورهای متفاوت، از اونها خواستن که دست از مماشات بردارن و مستقیما با ملت ایران صحبت بکنن. خب به هیچ عنوان تا به این ساعتی که من در خدمت شما هستم کار نکرده. تز ما چه بود؟ فقط روی ملت ایران کار بکنیم، به ملت بگیم که چه مقدار سرمایه داره، تاریخش چه هست، فرهنگش چه بوده، از کجا آمده، از کجا آغاز کرده، چگونه شد که در این توطئه جهانی نسل 57 رفت و خنجر رو در قلب خودش و فرزندانش فرو کرد، چگونه زد و بندها انجام داد، تاریخ توطئه جهانی از چه زمانی آغاز شد، روند انتقال قدرت چه بود، آغاز شکل‌گیری حکومت اسلامی و بنیادگرایی اسلامی به خصوص در ایران از چه تاریخی آغاز شد. اینها رو تمام فعالیت‌هایی بوده که در طول تمام دوران زندگی سیاسیم انجام دادم برای اینکه مطلب رو جامعه بگیره، از کجا خورده، چرا خورده، به دلیل داشته‌هاش و همچنین سیاست‌های درون و برونی که در بزنگاه‌های اشتباه انجام شد و جامعه به هیچ عنوان اصلا نمی‌دونست دارای چه کشوری هست، پادشاه کی هست، چه عملی انجام داده، در چه جنگ نابرابری قرار گرفته، کجا قرار گرفته. هیچ چیزی به ملت داده نمی‌شد و داده نشده بود. تصویری ازش ساخته بودند به عنوان یک دیکتاتور که در یک بزنگاه در تنگنا قرارش دادن، تنها گیرش آوردن و در نهایت ملت رو با فریب دادن از طرف رسانه ها به جانش انداختن و زد و بندها در یک زمان در کمتر از 3 ماه از 15 مهر تا 22 بهمن 57 رقم خورد. خب این سرمایه گذاری بودش که من روی ملت ایران انجام دادم و تاریخ کشورم. چرا؟ به دلیل اینکه بر همین تز و همین دکترین و همین پایه به سمت جلو پیش بریم. چرا که بر این اعتقاد داشتم که وقتی شما تاریخ توطئه جهانی رو مورد مطالعه قرار میدی، متوجه یک مطلب میشی که این دولت ها بودند که خمینی رو علم کردن. یک فرد بسیار عقب مانده ذهنی و فکری که هیچ اعتقادی هم به ایران و ایرانی نداشت، کثیف ترین فردی رو که میتونستند بیارند دست به دست هم دادن، با تبلیغات گسترده و مزدورا وارد ایرانش کردند. خب برای چی این کارو کردن؟ به خاطر اینکه منافعشون در خطر بود. خب تا به امروز تمام این کشورها رو شما نگاه بکنید، فرانسه اگه میبینید داره تو سرش میزنه به دلیل اینکه میلیاردها دلار پول مجانی و رایگان در اختیارش از طرف حکومت شیطانی قرار داده میشه. قراردادهایی که میبندند دقیقاً بر همین پایه است. روسیه از یک طرف، چین از یک طرف، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، کشور انگلستان و بگیری تمام کشورهای اروپایی رو بگیری، کشور ایتالیا که مجبور شد به خاطر قراردادهاش حتی روکش بکشه سر آثار بسیار با ارزش هنرمندانش. یعنی ببینید چه مقدار پول برای این کشورهای اروپایی مهم بوده و هست که حاضرن هر غلطی رو انجام بدن حتی تو سر آثار خودشون بزنن. پس وقتی که تمام اینها رو نگاه میکنی به این نتیجه میرسی که نباید به هیچ عنوان حتی 1% روی نمایندگان کشورهای اروپایی و یا آمریکا حساب کرد، بلکه میبایست روی مردم ایران حساب کرد، با همین مردمی که داریم. نمیتونیم بریم آدم از سوئیس بیاریم. به همین خاطر هستش که کار یک فرمانده و یا فرماندهی بسیار دشواره که با این چیزی که وجود داره، با این چیزی که هست بتونه کار بکنه و در واقع سرنگونی رو به وجود بیاره. خب کار بسیار دشواره، کار بسیار سخته. به هیچ عنوان هیچ امکاناتی در اختیار جنبش فدایان ایران تا به امروز قرار داده نشده و نه اینکه
هیچ امکاناتی از طرف این رسانه ها قرار داده نشده، بلکه مزدوران در انواع و اقسام رو هم شما دیدید که چه اعمالی انجام دادن، به خصوص هر زمانی که من فراخوان میدم، چون میدونن فراخوان های جنبش فدایان ایران شوخی بردار نیست. من هر روز پیام های متعددی دریافت میکنم در رابطه با اینکه آقای شمیرانی چرا نمیرید با نمایندگان آمریکا صحبت بکنید، چرا نمیرید فرض بگیرید نامه بنویسید مستقیما به آقای ترامپ، به کاخ سفید و این مسائل رو مطرح بکنید. ببینید چیزی نیستش که کاخ سفید ندونه یا ترامپ ازش خبر نداشته باشه. این خیال باطل افرادی است که شاید به اندازه کافی دانش و آگاهی ندارن که فکر میکنن آمریکایی‌ها خبر ندارن که حکومت اسلامی کیست و چیست. دقیقاً میدونن که این حکومت از کجا اومده، چگونه اومده و برای چی اومده. پس احتیاجی نداره من برم به یک نماینده آمریکا بگم، بیام توضیح بدم اینها که هستند. باور داشته باشید این چیزی رو که دارم خدمتتون عرض میکنم عینه به چشم دیدم در مجالس متفاوت. آمریکایی‌ها به مقداری اطلاعاتشون از حکومت اسلامی و شیطانی بالاتر از هر کسی است در اپوزیسیون که باور داشته باشید سرتون سوت میکشه. در بسیار از اوقات شما دیدید افرادی رو میان تحریم میکنن که شما حتی نامشون رو هم نشنیدید، یا کمپانی‌هایی تحریم میشه، جلوش گرفته میشه که شما به هیچ عنوان ازش خبری نداشتید و آشنایی با این افراد و این کمپانی‌ها نداشتید، اما اونها دقیقاً میدونن که دست روی کجا بگذارن. چرا؟ به دلیل اینکه تا همین چند مدت پیش روزانه 100 میلیون دلار رد و بدل میشد بین حکومت اسلامی و همین نمایندگان و کشورها، 100 میلیون دلار در روز. پس نمیتونن با خبر نباشن که این پولها از کجا میاد، با چه نامها و اسامی میاد، برای چه کسانی فرستاده میشه، در چه تبادلی قرار گرفتن و غیره. اونها به مراتب جلوتر از ملت ایران هستن و میدونن، همونطور که به مراتب جلوتر از ملت ایران بودن و توطئه ای رو رقم زدن درون کشور که ایرانی با خنجر در قلب خودش فرو بکنه، چیزی که ایرانی بعد از 40 سال داره میفهمه که شاه ایران که بود. یادم میاد 20 سال پیش وقتی که در رابطه با رضا شاه بزرگ صحبت میکردم و به خصوص مسئله کشف حجابش 17 دی ماه و غیره، بسیارانی بودن که میمادن توهین میکردن، میگفتن بله انگلیسی ها رضا شاه رو آوردن و و و و و انگلیسی ها ایران رو ساختن، یعنی در مغز اینها اینو فرو کرده بودن. جامعه ایرانی 40 سال بعد که هیچی، 100 سال از اون تاریخ داره میگذره، تازه میفهمه رضا شاه که بوده. این اتفاقی که برای ما افتاده، بسیاری از مسائل تاریخی ما رو جامعه باش آشنایی نداشته و نداره، از همین رو بیخبره و فکر میکنه در بعضی اوقات وقتی توضیحاتی داری بهش میدی داری بهش توهین میکنی. یک چیزی رو براتون تعریف بکنم، شاید براتون جالب باشه. مدتی پیش بود داشتم اتفاقی برخورد کردم با 2 عراقی و داشتم براشون توضیحاتی میدادم در رابطه با مسائل نفتی و غیره. خب صحبت رفت و چرخید به همون جنگ ایران و عراق و در نهایت دوران صدام حسین و رسید به حتی حضور کشور عراق، که من وقتی براشون توضیح دادم که کشور عراق، اصلا ما کشوری با نام عراق نداشیم و عراق این چنین پدید آمد و و و و، با اینکه خودش عراقی بود، با اینکه درس خونده ام بود، این واقعیت ها رو نمیدونست و فکر کرد که من به خاطر موزگیری سیاسی و یا جنگی دارم به قول معروف بهش بعد و بیرا میگم، در صورتی که براش توضیح دادم گفتم نمیدونم به کدوم قسمت شما اعتبار میبخشید، به گوگل و یا دانشگاه هایی که در سطح جهان بوده و هستن. برید مطالعه بکنید متوجه میشه اصلا کشور عراق از چه تاریخی آغاز به کار کرد، چگونه این کشور رو درست کردن، نه فقط عراق بلکه همچنین کشور پاکستان و غیره، کشورهای این چنین رو از چه تاریخ آغاز. و حقیقتا دارم اینو خدمتتون عرض میکنم، به هیچ عنوان باورش نمیشد که همچین چیزی صحت داره. این چیزی که در ذهن این افراد بود
افراد تحصیل کرده، این بود که دقیقاً عراق همون مقدار به قول معروف هیستوری رو داره که ایران داره. وقتی براش توضیح دادم که قسمت عراق، ما وقتی برمیگردیم به هزار قسمتی از ایران بوده و براش توضیح دادم، حتی اینا باورشون هم نمیشد. این حالا برگردون این صحبت عادی رو انجام دادم، این برگردون در جامعه خودمون، وقتی که میای توضیح میدی و مسائل تاریخی رو میشکافی در همون اوایل، اینها کسانی که بینندگان من بودن به قول معروف اینها بر حساب توهین برمیداشتند، چرا که سواد سیاسی نداشتند، سواد تاریخی نداشتند، آنچرا که در مغزشون کرده بودن رو باور کرده بودن و با اون برداشتی که داشتن میومدن و با من برخورد میکردن و فکر میکردن که من دارم جبهه‌گیری سیاسی انجام میدم یا اون چیزی که به ما میبسن سلطنت طلب ها و غیره. این اسامیست که اینها وقتی کم میارن میبندند. به هر روی منظورم از این سخن چه بود؟ این بودش که شما زمانی میتونید به یک کشوری نیرو ببخشید و در کمترین زمان به شکوفایی برسونیدش که خودشناسی انجام داده باشه. جامعه ما هنوز با فرهنگ خودش آشنایی نداره. جامعه ما هر روز دارن تو سرش میزنن که خانم برو حجابتو حفظ بکن. من در روزهای گذشته خدمتتون عرض کردم وقتی که حکومت شیطانی به لبه پرتگاه نزدیک میشه، هر قدم که به پرتگاه نزدیک میشه فشاری که روی جامعه ایرانی میذاره 10 برابر میشه. اینها دو شکل رو همیشه به سمت جلو پیش بردن، از یک طرف حمله میکنند، از یک طرف وعده وعید میدند، چون میدونن که فقط با حمله کردن به مردم، زدن تو سر زن و دختر ایرانی، ضرب و شتم پسر ایرانی در خیابانها که کافی نیست، باید در کنار اینها یه دشمن فرضی هم درست بکنی و بعد به همین جامعه وعده و وعید بدی. اینها دقیقاً این سیاستی بوده که تا به امروز به کار بردن. در بعد مسائل سیاسی بین‌المللی هم شما اینها رو می‌بینید. از یک طرف فرض بگیرید نماینده می‌فرستن که آقای عربستان بیاین با ما بشینیم صحبت بکنیم، با هم کنار بیایم، چون می‌دونن شاکی اصلی در این میان عربستان سعودیه. از یک طرف نیرو ارسال میکنن به حوثی ها و میگن حوثی ها باید به پیروزی برسن و آل سعود باید بره و ما مکه رو هم همونطور که گفتن کاخ سفید رو میگیریم، قرار مکه رو هم به تصرف خودشون در بیارن. یعنی این دو سیاست همگام با هم به سمت جلو پیش میره، چه درون مملکت، درون کشور، چه برون مرز. در گذشته خدمتتون عرض کردم که اگر جامعه ایرانی در این مقطع سکوت بکنه، نظاره‌گر بمونه، بی تفاوت از کنار مسائل رد بشه، سیاه‌ترین روزها رو خواهد دید. این روزگاری که در حال حاضر دارید مشاهده میکنید آغاز رسیدن به اون روزهای سیاه، هنوز سیاه نیست. این مقدار شکایت جامعه داره. شما پرونده ها رو در دادگستری نگاه بکنید ببینید چه مقدار در دادگستری صدها و صدها هزار نفر رفت آمد دارن و پرونده درست کردن برای شکایت نسبت به یکدیگر. در واقع حکومت آگاهانه جامعه رو به جان هم میندازه تا سرگرم زد و خورد با یکدیگر باشن، به طرف حکومت نرن. در این میان اگر شما تبلیغات گسترده حکومت شیطانی رو نگاه کرده باشید میبینه میگه آقا اگه ما بخوایم بریم ایران تجزیه میشه. من در این رابطه بارها با شما صحبت کردم و میخوام این مسائل رو هم بیشتر بشکافم تا بیشتر متوجه بشید حکومت شیطانی در طول تمام این مدت، چون میدونه ریشش گروه آمریکاست، ریشش گروه انگلستانه، ریشش گروه فرانسه است، همچنین آلمان و حتی اگر چین و روسیه تمام سعی و تلاششون رو بکنن که این حکومت رو نگه دارن، اگر آمریکا و انگلستان نخوان در کمتر از 3 ماهی حکومت تموم شده است، رفتنی است. هنوز نخواستند، هنوز همون حرکتی رو دارن انجام میدن که در طول 40 سال انجام شده. به هر روی حکومت شیطانی در طول تمام این مدت تبلیغاتش در رادیو تلویزیونش این بوده که ما برحقیم و اگر توسط دسیسه و مسائل اقتصادی تحریم ها بخوان ما رو ببرن چه اتفاقی میفته؟ ایران تجزیه میشه. منظورش چیه؟
شما در همین چند مدت اخیر خبری رو در رابطه با نشست سران کرد با حکومت اسلامی شنیدید. شاید برای بسیارانی حائز اهمیت بود و جای بسیار تعجبی هم داشت که حکومتی که میاد قاسم‌دور رو میکشه و و و و و با کردها چه عملی رو انجام میده از روز نخست تا به امروز، چگونه است که در این مقطع میاد و نشست قرار میده که بیایم بشینیم با هم مذاکره بکنیم. آخه چگونه است؟ اصل داستان این بوده که در خود همین احزاب کرد افرادی بوده و هستند که اعتقاد داشته و دارند به اصلاحات و بخشی از حکومت اسلامی و همیشه سعی کردند که به حکومت اسلامی بگن اون خودمختاری رو که ما میخواستیم در اختیار ما قرار بده ما با تو کاری نداریم، شما به هیچ عنوان دیگه نمیبینید، خبری از کردستان نمیشنوید که یک فعال سیاسی باشه و غیره. در واقع پیشنهادی رو که از طرف افرادی که چه نماینده احزاب کرد بودن چه انشعاب پیدا کردن از این احزاب در نشستهایی با حکومت اسلامی مطرح کردن این بوده که کردستان رو در اختیار ما قرار بدید و دیگه کاری باهاش نداشته باشید، در واقع خودمختاری کردستان رو به ما بدهید و ببخشید. اگر یادتون باشه من از سالهای گذشته در گفتگوهام هم توضیح بهتون دادم که در زمانی که ایران شلوغ میشه و مردم میخوان قیام بکنن یکی از استانهایی که به پا میخیزه و دست به اعمال گسترده میزنه همین کردستانه، چرا که این احزاب بعضی هاشون وابستگی هم داشته و دارند، باقی مانده یه همون حزب توده بوده و هستند و اعتقاداتشون بر این پایه هست و حاضرن برای رسیدن به اعتقاداتشون هر هزینه ای رو بدن و قسمتی رو از ایران به اسم فدرالیزم از ایران جدا بکنن. در نشست با حکومت شیطانی اینها دقیقا این رو مطرح کردن. حکومت شیطانی در زمانی که از هر سو دارید میبینید در تهدیدهای متفاوت قرار گرفته به آینده خودش داره نگاه میکنه که بیاد دل این استانی رو که هم مردمش اصله هم دارن در کمین هم هستند که اگر روزی دری به تخت خورد بتونن تسویه حساباشون رو انجام بدن، در واقع اینها رو بهشون چیزی رو بده که میخواستن و اون در واقع بخاری رو که ازشون بلند میشه رو ازشون بگیره. این نه فقط فکر کنید که فرضیه است، این عین واقعیتی که اتفاق افتاده و صحبت هایی که انجام شده دارم خدمتتون عرض میکنم. از یک طرف دیگه دارید میبینید همزمان با اون دل روس‌ها رو دارن به دست میارن و تمام چیزهایی رو که روسیه ازشون خواسته رو دارن مو به مو انجام میدن. همچنین همزمان با همین مسئله خواستن که با عربستان سعودی صحبت بکنن، پیشنهاداتی رو که دادن، سه جزیره رو گفتن ما میدیم، سه جزیره رو گفتن میدیم، بخش های دیگری رو هم در اختیارتون قرار میذاریم، دست از سر ما بردارید، آمریکا رو بیارید پای میز مذاکره تا بتونیم قراردادهای بعدی رو به مدت طولانی ببندیم. اگر کسانی که تاریخ آمریکا رو حدوداً سیاسیش رو مطالعه کردن میدونن که روابط دوستانه میان عربستان سعودی و به خصوص آمریکا بسیار نزدیک و نزدیکتر شد در دوران نیکسون. نمایندگانی فرستاده شدن به عربستان سعودی و همچنین قراردادهایی با پادشاه عربستان بستن، روابط دوستانه میان دو دولت، خرید نفت عربستان سعودی توسط آمریکا، چرا که یکی از بزرگترین خریداران نفت عربستان سعودی بود و بیشترین انرژی نفتی از همین تنگه هرمز و کشورهایی مثل ایران، عراق، کویت، امارات متحده عربی و همچنین عربستان به غرب و اروپا صادر می شد. به هر روی رابطه نزدیک و روابط دوستانه این دو دولت برمیگرده تاریخش به اون زمان.
که امروز شما اگر میبینید ترامپ در همون اوائل وقتی که به ریاست جمهوری رسید رفت به دیدار پادشاه عربستان و بعد از اون تغییرات اساسی که انجام شد، یکی از خواسته هایی که ترامپ داشت این بودش که اگر ما بخوایم این مسئله رو به سمت جلو پیش ببریم و آنچرا که شما گفتید انجام بشه، شما باید تغییراتی رو انجام بدید که من برابر فرض بگیرید کنگره یا دموکرات ها بتونم حرفی برای زدن داشته باشم. چرا که وقتی که به شما کمک میشه اولین چیزی که پرسیده میشه اینه که آقا شما زنان خودتون رو کتک میزنید یا شکنجه میکنید یا به زور حجاب سرشون میکنید یا زن نصف مرده یا یک چهارم مرده یا حقوق انسانی رعایت نمیشه و و و این مسائلی که دارید میبینید. از همین رو شما دیدید که شاهزاده عربستان کار خودش رو آغاز کرد و داره سعی کوشش و تلاش میکنه که در کمتر از 10 سال بتونه عربستان رو به یک سری از به قول معروف شکوفایی هایی که جهان غرب و جهان امروز داره نزدیک بکنه و برسونه. به هر روی چی رو داشتم توضیح میدادم؟ مسئله بودش که حکومت شیطانی حاضره تمام قسمت های استراتژیکی کشور رو بده بره تا با زد و بند و قرارداد بعدی چه با کشورهای همسایه یعنی با عربستان سعودی و در نهایت کشور آمریکا بره پای میز مذاکره و ببنده. صحبت اصلا بر سر اسلام نیست، اصلا بر سر رفاه مردم نیست، اصلا بر سر هیچ کدام از این مسائل نیست. صحبت بر سر ماندگانی تا 50 سال 70 سال دیگه است، یعنی نوه و نتیجه اینها هم بخورن و ببرن و ایران خشک خالی رو به طور کلی تحویل نسل‌های بعدی بدن و خودشون هم به راحتی کوچ بکنن. وقتی که امامشون در هواپیما برمیگره میگه من هیچ احساسی نسبت به اومدنم به کشور ندارم، حسابشو بکنید. شما فکر میکنید هر کدام از این کسانی که به اسم نماینده در هر بخشش در جای جای کشور قرار داده شدند اینها ایرانی هستند؟ اینها به فکر مردم هستند؟ خیر، همونطور که خدمتتون عرض کردم این دو سیاست رو در کنار هم پیش میبرن، هم سرکوب میکنن، وقتی ببینن زیاد سرکوب کردن دیگه امکان انفجار هست بر میگردن و میگن ما شما رو ارشادتون کردیم، یعنی اسم تنبیه، اسم کشتار، اسم دار زدن، اسم جنایت، تمام اینها رو میذارن ارشاد یک جامعه و بعد بد وعد وعید میدن، میگن اگر بچه خوبی باشی چی کارت میکنیم، شما رو به مقام انسانیت میرسون، شما میتونی شریک جرم بشی، یه لقمه نون میندازن جلوت میگن میتونی بخوری و شما رو در همین سطح نگه میدارن. وعده وعیدهای دروغین. جامعه ثروتمند ایرانی رو در هر بخش، چه فرهنگی، چه تاریخی، چه باستانی و چه مالی، به جایی رسوندن که جامعه غذای خودش رو در خاکروبه ها و سطل آشغال داره پیدا میکنه و این روزگاریست که شما هر روز مشاهده میکنید و هر روز و هر روز به تعداد این افراد بیشتر و اضافه میشه به دلیل همین مسائلی که دارم خدمتتون عرض میکنم. نادیده گرفتن مسائل واقعی، نه مسائل دیگه سیاسی و حزبی. اگر دیدید احزاب تا به امروز نتونستن موفق بشن، یکی از دلایل عمدهش رو خدمتتون عرض کردم وابستگی همه احزاب به کشورهای بیگانه، نگاه تمام احزاب و افراد به کشورهای بیگانه، این در درجه نخست. در درجه دوم نتونستن ارتباط برقرار کردن با جامعه، با کف خیابون. چرا از جنبش فدایان ایران وحشت دارن؟ به خاطر اینکه ما تونستیم ارتباط خودمون رو با کف خیابونی ها برقرار بکنیم، نه مردمی که نشستن تو خونه دارن پای تلویزیون هاش یا پای دستگاهشون فقط شعار حزبی یا گروهی و فرض بگیرید سیاسی میدن، به هیچ عنوان. بلکه کاری رو که من انجام دادم در جنبش فدایان ایران، درسته که اومدم تاریخ رو توضیح دادم، درسته که سیاست ها رو باز کردم و آشنا کردم مردم با سیاست های پشت پرده، نه سیاست هایی که در خبرگزاری ها توضیح داده میشه، واقعیت هایی که ربطی هم به حزب و گروه و دسته و این چیزا نداره، دودور دودور هم نیست، به هیچ عنوان واقعیت هایی در رابطه با کشورمون به اشکال مختلف به وجود اومده و رخ داده، اونها رو باز کردم. چرا که ما نمیتونیم تصور بکنیم که ایران به طور کلی هیچ رابطه‌ای با هیچ کشوری در جهان نداشته باشه. تمام کشورها میبایست
مجبور هستن با هم در ارتباط داشته باشن به خاطر جهانی که امروز داریم درش زندگی میکنیم. به هر روی ارتباط ما با جامعه کف خیابون بوده و هست، با بازاری، با کارمند، با کارگر، با راننده، با معلم، با ورزشکار، با خواننده، با هنرپیشه، با هر کدام از این مردمی که تا به امروز با جنبش فدایان ایران همکاری کردن، حضور داشتن و کماکان دارن. چرا که دیدن ما شعار حزبی و سیاسی نمیدیم، ارتباط خودمون رو مستقیم با دل مردم برقرار کردیم. مردم به دنبال زندگی هستند، سوالهایی براشون مطرح میشه، چگونه میتونیم به زندگی خوب و خوش دست پیدا بکنیم، چگونه میتونیم آزاد بشیم، چگونه میتونیم نقش خودمون رو ایفا بکنیم در تعیین سرنوشت خودمون، چگونه میتونیم جلوی دزدی ها رو بگیریم، چگونه میتونیم امنیت به وجود بیاریم، چگونه میتونیم حقوق برابر زن و مرد داشته باشیم که دیگه هیچ بیناموسی دستش رو به دختر و یا زن ایرانی دراز نشه، فکرش رو نتونه بکنه که بخواد حتی به اصطلاح امر به معروف و یا نهی از منکر خودش رو انجام بده، بلکه بالا سرش جامعه ایرانی خدمتش خواهد رسید، همون کف خیابون. کاری رو که ما انجام دادیم در جامعه ارتباط مستقیم با مردم عادی، بدور از تجاوز به حد و حقوق اونها در رابطه با آقا تو اعتقاد به چه مذهبی داری، چه خدایی رو قبول داری، چه پیغمبری رو قبول داری، خیر، چه سیاستی رو در آینده دوست داری به پادشاهی رأی بدی یا جمهوری، شعار پادشاهی بدیم یا جمهوری، یا جنگ گذشته میخوایم انجام، هیچ کدوم. اگر هم در رابطه با گذشته توضیح دادیم، دقیقا برای آشنا کردن مردم با یک سری مفاهیم بوده. جامعه‌ای که گذشته خودش رو نشناسه، به دور از جپگیری ها، اشتباهات رو گفتیم، قسمت های مثبت رو هم توضیح دادم. جامعه‌ای که گذشته خودش رو نشناسه، جامعه‌ای که آشنایی نداشته باشه با پدر و یا مادر خودش، در پرورشگاه حکومت اسلامی به دنیا بیارنش، این میشه که امروز میبینید. این سه نسل رو دقیقاً با حس حضور خانواده ها در بالای سر بچه هاشون دقیقاً انگار تو پرورشگاه بزرگ کردند. اگه میبینید جامعه این مقدار پراکنده است، این نسل وقتی رقص پسرش رو من نگاه میکنم شبیه دخترها میرقصه، دقیقا متوجه میشم که این بچه رو تو پرورشگاه بزرگ کردن. یعنی چی؟ این جامعه رو تبدیل کردن، پدر مادرها رو سر و تهشون رو زدند و این جامعه رو تبدیل کردن به جامعه پرورشگاهی. یعنی تو پدر نداری، مادرم نداری، پدر مادرت این ولایت فقیه و این حکومت اسلامی. به همین دلیل با تبلیغات گسترده‌ای که از حکومت داره انجام میشه و افرادی که نادانسته و ناآگاهان راه رفته 40 ساله رو دارن میرن و همچنین دولت‌هایی که دستبردار نیستن از پخش مزخرفات مثل بی بی سی، مثل کماکان صدای آمریکا، مثل کماکان رادیو فردا، دویچه وله، آر اف آی و بگیرید بره به سمت جلو. اینا دستبردار نیستن، چون فهمیدن از طریق رسانه میشه مخ مردم رو زد، میشه مردم رو منتظر نگه داشت، چه در بعد مسائل مذهبی منتظر امام زمان باشه، چه در بعد مسائل سیاسی. یعنی شما اگر نگاه بکنید، من در رابطه با صلوات نوشتم و توضیح دادم، گفتم اینجا رو اضافه بکنم، شما نگاه بکنید هر زمانی که اصلا این صلوات برای چی به وجود اومده. در گذشته مردم ناآگاهانه یک چیزایی رو میگفتن، فرض بگی برای مسافرت یک عده مسافر یا در پروازها، در قطار، در اتوبوس، در تاکسی ها و این چیزها رو میگفتن، صلوات ختم میکردن، برای سلامتی میگفتن میاره، در صورتی که خود مردم اصلا معنی صلوات رو نمیدونن. بیش از 90% از کسانی که این رو به کار میبرن اصلا نمیدونن معنی اون چی هست. به هر روی این با برنامه انجام شده، یعنی این که شما رو به گونه منصرف بسازند، منتها به گونه مذهبیش. شما شاکی هستی، حق باهاته و میخوای بری جلو، کاری انجام، یا آقا صلوات ختم کن، یعنی اصلا کشش نده، دنبالش نرو، به هم میخوره تمام داستان. و بعد آنچه را که بشر و انسان باید انجام بده میندازن گردن خدا. دیدید، همه آرزو میکنیم که خدا این کارو بکنه، خدا شفا بده، خدا کار برات گیر بیاره، خدا خیرت بده، خدا
تمام مسئولیتی که یک فرد در جامعه خودش میخواد و باید داشته باشه رو میندازن به عهده خدا و 4 تا صلوات هم روش میگذارن در فرق نمیکنه کجا باشه، فرق نمیکنه امروز شما کجا قرار گرفتید، در هر محفلی در هر جایی قدم بگذارید شما با این شیوه و این نوع برخورد خواهید کرد. وظیفه ای رو که انسان در قبال زندگی خودش داره میزنش به عهده خدا، تو باید به پا بخیزی و حق تو بگیری. میگن آقا از حقت بگذر، بسپرش دست خدا. روز قیامت فرق فرهنگ و تمدن ایران شهری که پدران و مادران ما پایه‌گذارش بودند، پدر بزرگان و مادر بزرگان ما پایه‌گذارش بودند، دقیقاً در این است. اونها فهمیده بودند، از همین رو بود که تونستند شب و روز رو بشناسند، از همین رو بود که تونستند هفته و ماه رو بشناسند، از همین رو بود که تونستند ساعت رو بشناسند، از همین رو که تونستند سال رو کشف بکنند و سالهای طولانی در رابطه با اینها سینه به سینه اطلاعات خودشون رو انتقال دادند. چرا که اعتقاد داشتند، فهمیده بودند که ما در این دنیا میبایست فقط به فکر زندگی باشیم، نه مردگی، نه بندگی، فقط زندگی، ساختن زندگی، و هیچ چیز رو به دست خدا نمیسپردند. این به دست خدا سپردن ها یعنی منصرف شو، هیچ عملی در رابطه با حق و حقوقت انجام نده، بسپرش دست خدا، یعنی فراموشش بکن. در صورتی که اصلا فرهنگ ایرانی همچین چیزی به شما نمیگه، میگه آقا بلند شو بجنگ برای پسگیری حق و حقوقت، پروانه نده کسی حق و حقوقتو بخوره و همه چیزو بندازه گردن خدا. چه اگر گردن میزنه بندازه گردن خدا، تجاوز میکنه بندازه گردن خدا، میخواد تو رو به آینده برسونه که از حقت، میگه آقا بسپرش دست خدا. نباید یارو مجازات بشه، تمام ثروت ملت ایران رو بالا کشیده، مردم رو فقیر نگه داشته، میگن آقا بسپرش دست خدا، 4 تا صلوات هم روش بگذار تموم شه بره، برو دنبال زندگی. آیا این هست یا نیست؟ شما دارید در اونجا زندگی میکنید، هر روز و هر روز، هر ثانیه، هر دقیقه، تمام این مسائل رو در کوچه و بازار، در مدرسه، در خیابان، در دانشگاه، در بیمارستان، در میادین ورزشی، در تلویزیون و رادیو دارید میشنوید و میبینید، حس میکنید. این واقعیت ها هست. از همین رو هستش که من اومدم در دل جامعه نفوذ کردم، اومدم وارد جامعه شدم. نگفتم به شما برید به دنبال چه نوع حکومت و حاکمیتی. چرا؟ به خاطر اینکه به این نقطه مهم دست پیدا کردم که اگر میخوای سرنگونی رو به وجود بیاری، میبایست در کنار اینکه افرادی هستند در اون جامعه که اعتقاد داشته و دارند، علاقه داشته و دارند به مسائل سیاسی و یا تاریخی، عده‌ای از جامعه هستند که خب علاقه هم ندارند به مسائل تاریخی و یا سیاسی، ولی میخوان زندگی بکنند. سوالاتی براشون مطرح میشه. خب آقای شمیرانی اگه اینا برن کی میخواد بیاد؟ اینا رو باید بتونم توضیح بدم. و توضیحاتی رو که میدم دقیقاً وزنه رو میذارم رو دوش خود این مردم که متوجه بشن. فکر نکنید من روی خارجی ها حساب کردم. فکر نکنید روی افراد متفاوت. خیر، فقط روی خودتون حساب میکنم. اگه بتونید این وزنه رو بزنید نفر اولید. ولی اگر کسانی بخوان بهتون کمک بکنن شما نفر اول نخواهی شد. در قبال اون کاری هم که کردن سالهای طولانی چکشون رو از شماها خواهند گرفت. همون کسانی هستند که کلاه شرعی گذاشتن، خمینی رو به ایران آوردن، و اگر ببینن گندش در اومده و این ملت فهمیده که این حکومت شیطانی است، یک کلاهی میان ازتون بر میدارند و بعد باز هم شما بدهکار میشید. امیدوارم متوجه بشید من چی بگم. من در رابطه با بدی دولت ها صحبت نمی کنم. این در واقع اون چیزی هست که بهش میگن نیچر، یعنی هر کسی که در هر دولتی در هر کشوری روی کار میاد، سیستم اون دولت به گونه ایست که افراد رو در رأس قرار میده برای اینکه برن شکار بکنن برای
رفاه جامعهشون. دقیقاً وقتی که من این مسائل رو میبینم یاد جنگل میفتم، منطقه به شکل شیکترش، اون چیزی که بهش میگن دیپلماسی. افرادی که در رأس کشورها هستن، چه نخست وزیر، چه پادشاه، چه رئیس جمهور، چه نمایندگان، اینها از طرف مردمشون میان که برای مردمشون کار بکنن. چشمشون رو به روی بسیاری از جنایات میبندن. شما ما ندیدید فرانسه در آفریقا چه جنایاتی انجام داده، ولی اسمش چیه؟ مهد تمدن. حقوق انسانی میخوای برو فرانسه. دقیقا منو به یاد حکومت اسلامی میندازه، میگه بریم تو سوریه 500 هزار نفر زن و بچه مردم رو بکشیم، در عوضش هم ثواب بردیم، حفظ حرم کردیم. همین که این داعشی ها اینجا نیومدن، یعنی خودش صادر کننده داعشه، به یک منطقه برای کشتن زن و بچه مردم خون بریزه، منافع یک دیکتاتور دیگه ای رو حفظ بکنه به خاطر حفظ منافع خودش، و بعد این چنین وانمود بکنه که ما اونجا این جنایت رو انجام میدیم به خاطر اینکه شما در امان بمونید. یعنی این رو داره درس میده، و بسیارانی، شاید میلیون ها نفر هم این مسائل رو خریدند. پس به یاد داشته باشید، آنچرا که من به شما آموزش دادم برای رهبری خودتون درون کشور بوده. بچه هایی که امروز زیر ستم قرار گرفتند و زیر سخت‌ترین فشارها قرار داده شدند، نمایندگان واقعی خود اون مردم بوده و هستند در آینده. آیا ما میتونیم به پیروزی برسیم؟ آیا این تز من و جنبش فدایان ایران که فقط روی مردم حساب بکنم، فارغ از دیندار و بیدین، فارغ از مسلمان و غیر مسلمان، فارغ از شیعه و سنی، فارغ از پادشاهی و یا جمهوری، فقط در دل مردم رخنه بکنم و بهشون بگم که دارای چه ثروتی هستید و به پا بخیزید، و مردمی که تا به امروز گنگ بوده و هستند، نظارگر بوده و کماکان هستن، رو بیارم کف خیابونه در کنار فعالین دیگه، آیا ما به پیروزی میتونیم برسیم یا خیر؟ پاسخش با شما مردم و تاریخ. من آنچرا که در توانم بوده در طول تمام سالهای زندگیم انجام دادم، و در واقع سرمایه گذاری رو شما کردم، نرفتم به دنبال بیزینس. یک بار به آقای مدیر تلویزیون گفتم که اون کاری که شماها انجام دادید در این رسانه‌ها در لس آنجلس بیزینس بوده. من بیزینس نکردم. من هیچ زمانی به فکر پول در آوردن از راه رسانه و یا سیاست نبوده و نیستم. آنچه را که انجام دادم سرمایه‌گذاری بوده و هست روی جامعه ایرانی، برای پسگیری کشورم، برای آزادسازی مردمم، نه فقط اشغال بدنی و یا جغرافیایی، بلکه حتی اینها مغز جامعه رو اشغال کردند. و تا زمانی که جامعه مغزش اشغال شده باشه و مشغول شش و بش زندگی باشه و واقعیت‌ها رو نبینه، بیاد بره بزنه تو سر خودش بگه وای دو طفلان مسلم و یا حسین کشته شد، اما جلو پاش بچه‌های خودش، همسایه‌اش، خانواده‌اش، فک و فامیلش رو نبینه که غرق در گرسنگی‌اند، خب این معلومه که به قول معروف مخش رو زدند. یا اون فردی که به قول معروف میخواد بره حاجی بشه، فقر و گرسنگی رو در اون جامعه میبینه که داره بیداد میکنه. کافیه برید استانهای محروم نگاه به 4 تا 5 شهر بزرگ نکنید. من بارها خدمتون توضیح دادم و گفتم که اینها میدونستن که چگونه این روند انتقال قدرت رو به وجود آوردند، برای اینکه به مردم بگن شماها بله انقلاب کردید، و بعد وقتی که استفاده کردن از مردم، مردم رو فرستادن به خونه، اونایی که نخواستن برن خونه رو گرفتن حالشون رو جا آوردند، که آقا بازی تا اینجا بود که ما شما به شما احتیاج داشتیم در این سناریو که این خیابونهای تهران رو پر بکنید، چارا پهلوی رو تا شهیاد رو پر بکنید. وقتی پر کردید، این 4-5 روز گذشت، برید خونه هاتون، دیگه کاری نداشته باشید به بقیه داستان. این عین واقعیتی که افتاد. به همین رو بود، به همین خاطر بود که کسانی که خودشون فکر کردن انقلاب کردند، در همون چند ماه اول توسط خود رژیم کشته شدند و باورشون نمیشد. همون دخترایی که چه چپی بودن، چه مجاهد بودن، چه
کمونیست بودن، چه جبهه ملی بودن، چه ایکس و ایگرگ بودن. یعنی ببینید چگونه اینها این ترفند رو زدن. وقتی که میگم از حرفه‌ای‌های جهان استفاده کردن، از روانشناسان، از دکترین بالای میتونم بگم تمام این مراکز دانشگاهی جهان به علاوه کسانی که دست اندر کار بودن، یعنی طرح به گونه‌ای ریخته شده بود که عوامل اجرایی اونم وجود داشت، نه فقط در اپوزیسیون بلکه حتی در دربار و در نظام پادشاهی، همه با هم یک جا عمل کردن و در کمتر از 3 ماه حکومت پادشاهی با اون قدرت سرنگون گشت. منظورم چیه؟ یعنی اینکه اون زمان جامعه نمیدونست، از پتانسیلش استفاده کردند، مسئله رو به نفع خودشون تموم کردن، 40 سال دارن میبرن. این بار درس تجربه‌ای باشه برای جامعه، این صحبت‌ها رو گوش بده، نه اینکه بیان از پتانسیلتون استفاده بکنن و در نهایت سرکوبتون بسازن و بعد یه چیزی دستتون بدن و بگن این رو قرقر بکن با نام انقلاب اسلامی، رهبرش هم خمینی بوده. بله ما انقلاب کردیم، انقلاب 57. کدوم کشور میره به سمت انقلاب و فریاد آزادی میزنه، میخواد به قول خودش به قوانین مشروطه که نوشته شده دست پیدا بکنه و میگه شاه دیکتاتور بود، اما از روز نخست آدم کشت، جنایت آفرید، محدود ساخت، تو سر زن ایرانی زد، جامعه را از هم جدا کرد. جامعه‌ای که خودش شعار داده بود آزادی استقلال، نه به آزادیش که در ذهنش بود فکر میکرد که آزاد نیست و شعار آزادی رو داده بود رسید، نه دموکراسی، نه استقلالی رو که داشت، قدرت و ابهتی هم که داشت سوراخش کردند. خب شما باید با این مغزها چه کار کرده باشی که بتونی بدترین بلاها رو سرشون بیاری و این جامعه هیچ بهت نگه. قدیما یک مثال بود، میگفتن فلانی خیلی حیله کاره، در واقع همین آخوندار میگفتن، میگفتن قورباغه رو رنگ میکنه جای فولکس به شما قالب میسازه. دقیقا همین اتفاق افتاد، یعنی مردمی که رفتن شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که اصلا نمیدونستن چیه، رهبرشون هم گفته بود من هیچ اعتقادی به شماها و برگشت به کشور ندارم و آمدهم که فقط شما رو تکیه و پار، شما رو به در واقع بهشت زهرا برد، گفت همتون هم همینجا دفن میکنم. جامعه نفهمید. دقیقا همین کارو باهاشون کرد، نه آزادی، نه دموکراسی، نه حقوق انسانی، نه استقلال. جغرافیا هم دیگه برای جامعه ایرانی نذاشه 40 ساله. دارید میبینید فراخوان هم داده میشه ولی مردم چگونه عکس العمل نشون میدن؟ چرا؟ این اشتباهاتی است که کسانی که خودشون رو اپوزیسیون میدونن با این واقعیت ها و این مفاهیم آشنایی نداشتن یا اگه دارن اهمیتی قائل نیستند، چون باید وارد خیابون ها شد، باید با مردم کف خیابون ها صحبت کرد. مسئله ما امروز از مسئله سیاسی عبور کرده، مسئله ناموسی و جغرافیایی شده. دیگه مسئله بر سر این نیست که شما طرفدار چه نوع حزب و چه گروه و چه دسته هستی، کشور رو دیگه دارن نابود میسازن جلوی چشم مردم. و وقتی که به قول مشقاسم این بیناموسی ها رو انجام میدن، عده‌ای من میبینم که کماکان هنوز نشستن و شعار حزبی و گروهی و دسته‌ای خودشون رو میدن، مملکت رو آب برد، آقایون و خانوم ها نشستن بازم هنوز دارن شعارهای حزبی میدن، هنوز نگرفتند که از کجا خوردند، چگونه خوردند، این دشمن کیست، چگونه باید باهاش برخورد کرد و به پیروزی رسید. به قول معروف برای ختم جلسه باز اعلام میکنم، برای اینکه یک نتیجه ای از این نشست گرفته باشیم. بارها خدمتون عرض کردم برای جنگ با این حاکمیت شیطانی به یک فرمانده احتیاج هست، یک فرماندهی که افراد خودش رو داره، برنامه ها رو میریزن، فراخوان ها رو روش تجزیه و تحلیل میکنن و اون افراد خودشون درون جامعه نفوذ داشته و دارند و این نفوذ کسانی هستند
به گونه ایست که دیگه فرقی در رابطه با مذهب و یا سیاست در دل اون شخص به وجود نمیارند. صحبت بر سر پسگیری کشور به پا خواستن و نجات ناموس ایرانی، صحبت بر سر اقتصادی کشوره، صحبت بر سر زندگیه، چگونه زندگی کردنه، نه شعارهای پوپولیستی سیاسی. و هر زمان تونستیم این شبکه رو اونجوری که جنبش فدایان ایران آغاز به کار کرد و داره به سمت جلو پیش میره گسترش ببخشیم، مطمئن بدونید که شما جمعیت میلیونی رو کف خیابونها خواهید دید. در غیر این صورتی که دارم خدمتتون عرض میکنم، اگر تز اون یکی از افراد به پیروزی برسه، به این معنیه که کشورهای خارجی آمدند در روند انتقال قدرت این بار از خامنه‌ای به اشخاص دیگه حمایت رسوندن، حمایت کردن که این کارشون هم مجانی نخواهد بود، قراردادی قرار میدن که شما موظف هستید انجامش بدید. یکی از علل و عوامل اصلی و شاهرگ این داستان دقیقاً بر پایه جنبش فدایان ایرانه که ما نمیخوایم وابسته به هیچ کشوری باشیم، نه شعار مرگ بر کشور دیگه ای رو میدیم، نه در جنگ هستیم با کشورهای دیگه، بلکه میخوایم به پا بخیزیم کشور خودمون رو آزاد بسازیم و در یک مبادله پایا پای با تمام کشورها در صلح و صفا و دوستی و روابط دوستانه و بین المللی و صادقانه و 50-50 به قول معروف پای قراردادها بریم، نه اینکه همه چیزمون رو بدیم بره ضعف سیاسی خودمون، ضعف جسمی و توانایی خودمون، ضعفی که در عمل داریم یا ضعف‌های متفاوتی که دیگه نمیخوام در رابطه با اونا صحبت بکنم، بخوایم همه وزن رو بذاریم روی دوش خارجی ها به قول معروف. اونجوری که ادعی هم در ایران نشسته میگن آقا آمریکا بیاد بزنه خیال ما رو راحت بکنه ببینیم چی میشه، دقیقا همون مثال صلواتی بوده که براتون زدم. شما به خواستتون نخواهید رسید، به آن چیزی که ما پایه گذارش بودیم در جنبش فدایان ایران نخواهیم رسید. شاید به قسمتی از شکل برسیم، اما اون هسته ای از واقعیت هست و کلش نخواهد بود. از همه شما عزیزان که همراه ما بودید در این ساعتی که گذشت بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که کانال سعید شمیرانی در تلگرام، پشت پرده ها در تلگرام و همچنین شمیرانی سعید رو در اینستاگرام و همچنین کانال خودم رو در فیسبوک و یوتیوب دنبال بفرمایید، به دوستان خودتون بدید. وبسایت اصلی من هست iranbuzurg.com، سرهم نوشته میشه و هر عزیزی که در جای جای جهان این صدا رو شنید و خواست اطلاعات بیشتری به دست بیاره، فایل های صوتی و تصویری در اونجا بوده و هست، میتونید با ما در تماس باشید. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.